با بهترین درودها بر شما هم میهنان عزیز و ارجمندم در همه جای جهان، پس هم میهنان خوب و عزیز در نام میهن. برنامه های خبری تحلیلی امشب پنجشنبه 30 دی ماه ایرانی را میگشاییم با آخرین و تازه ترین خبرها و نظرها از ایران، منطقه و جهان به روال معمول همه شبها. همچون همیشه و همه شب نخست مروری کوتاه خواهم داشت بر سرفصل خبرها. گمانه ها به نشانه های پیشا انتخاباتی در ایران با احتمال نامزدی خانم وحیده دستجردی به عنوان نخستین زن ریاست جمهوری در طول تاریخ جمهوری اسلامی، بازتاب گسترده نامه دایی آیت الله خامنه ای به رهبری ایران و هشدار به فروپاشی کشور در صورت ادامه خودکامگی های بی‌عنان این فقیه حاکم خراسانی، همینطور هشدار حسن خمینی نسبت به مصادره همه امور توسط مدعیان بی‌نام و نشان در کشور، در عرصه مدیریت شهری تهران آتش سوزی گسترده و مهیب در قدیمی ترین و نخستین برج مدرن تهران با نام ساختمان پلاسکو. با سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون، متاسفانه همونطور که ساختمون ریخت، برو ساختمون، متاسفانه همین الان ساختمون فرو ریخت. برو اون بر متاسفانه همین لحظه ساختمون پلاسکو فرو ریخت. خدا کنه برای آتش نشانهایی که داخل ساخته بودن اتفاقی نیفتاده باشه. در حوزه دیپلماسی بین المللی، اعلام آمادگی ظریف در داووس سوئیس برای درهای باز اقتصادی با آمریکا و همچنین حول مسائل مختلف منطقه‌ای از جمله سوریه و عربستان، در عرصه منطقه‌ای آزاد شدن کامل بخش‌های شرقی شهر موصل از چنگال داعش توسط ارتش ملی عراق، تنش‌های پیشانشست در آستانه قزاقستان حول مذاکره صلح سوریه، و در عرصه فرامنطقه‌ای لحظه به لحظه با تازه‌هایی از مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب آمریکا در کاخ سفید و پیشنهاد بازبینی برجام از سوی نامزد جدید مقام نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد. سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه 30 دی ماه برابر با 19 ژانویه 2017 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. تا بازخوانی مشروع مطالب امشب همچون همیشه و همه شب با ما باشید و بنشینید، به خانه باز خواهیم گشت. با درودی دوباره محضر یکایک شما بینندگان عزیز ایران فردا، مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه 1. خبرها و نظرها را با آخرین و تازه ترین رویدادهای منتشر از ایران میگشاییم که به تبع در اولویت موضوعات خبری است. در تنظیم و تحریر خبرهای امشب نظر به بروز فاجعه دردناک آتش سوزی در نخستین برج پایتخت و جان باختن ده‌ها تن از آتش نشانان فداکار میهنمان قطعاً با این رویداد برنامه رو آغاز می‌کنیم. در اوضاع نابسامان شهر تهران، خبری که در میانه نیمروز و بامداد امروز پنجشنبه موجی از هراس و اندوه بر دل ساکنان پایتخت نشاند، همانا آتش سوزی گسترده و نابودی کامل ساختمان پلاسکوی تهران بود که در نهایت با فروپاشی کامل این بنای اولیه برج تهران، گویا تعداد بیشماری از آتش نشانان عزیز میهن ما نیز در زیر آوار جان باختند. وای
تصاویر منتشر همگی از هولناکی ماجرا حکایت داشت. در حالی که شهردار تهران سخت در حال انجام رقابت‌های انتخاباتی است و در این راه حتی معترض است که چرا نسبت به دخل و خرج‌های این نهاد مالی شهری می‌خواهند نظارت کنند، به علت دیرکرد در اموری چون امداد و نجات چون این فاجعه‌ای در قلب پایتخت به وقوع می‌پیوندد. در تازه‌ترین گزارش‌ها تا لحظه تنظیم خبر حوالی 2 بعد از ظهر وقت تهران، خبرگزاری‌های ایران از کشته شدن بیش از 50 آتش نشان و شهروند خبر داده بودند. در ادامه خبرها و نظرها می‌خوانیم و می‌کاویم سایر مطالب منتشره در رسانه‌های امروز پنجشنبه. انتشار نامه‌ای نو به آیت الله خامنه‌ای رهبری ایران، آن هم از سوی دایی ایشان، هرچند هنوز در روزنامه‌های امروز تهران مجال چاپ نیافته بود که گویا جرأت انتشار هم نیست، اما بر صدر رسانه‌های سایبری غیر حکومتی نشسته بود. بر اساس گزارش‌ها آقای حسین میردامادی، دایی آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران، با انتشار این نامه سرگشاده خطاب به ایشان نوشت که تا دیرتر از این نشده و دوران شما پایان نیافته و شیرازه امور کشور به کل از هم نپاشیده و ملک و ملت از دست نرفته، منش خود را تغییر دهید. آقای میردامادی در ذکر مصادیق تغییرات لازم از جمله از ایشان خواسته بود که تا دیر نشده به حصر خانگی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز پایان دهد. لازم به توضیح که اشاره کنم که برادر آقای میردامادی، آقای علی میردامادی، از دیگر منتقدان حکومت جمهوری اسلامی است و بعد از اعتراضات انتخاباتی سال 88 مجبور به ترک میهن شد که همکنون به عنوان پناهنده در انگلستان زندگی میکند. در این نامه حسین میردامادی در نامه جدید خود به خواهرزادش علی خامنه‌ای توصیه کرد که دستور آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، روزنامه‌نگاران و هواداران حقوق بشر از زن و مرد، پیر و جوان را که احیانا منتقدش بودند و در زندان‌های طویل المدت به سر می‌برند و برخی نیز مادران اطفال خردسال هستند را صادر کند. ایشان همچنین از نوع برخورد رهبر ایران با درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی و از جمله خودداری وی از آیت الله، نامیدن آقای رفسنجانی در پیام تسلیت و ذکر نکردن عبارت ما جز خوبی از او سراغ نداریم در نماز میت بر جنازه‌اش انتقاد کرد. میردامادی در ادامه نحوه رفتار حکومت ایران با محمد خاتمی را نیز مورد انتقاد قرار داد و نوشته بود که برخلاف قانون مسلم، ایشان ممنوع تصویر و ممنوع الخروج و ممنوع از شرکت در تشییع شده است و چنان مجرمی تحت الحفظ و تحت نظر با ایشان برخورد می شود. خبرها و نظرها را همزمان با سایر خبرهای برگزیده و منتشره در مطبوعات تهران پی می گیرم. تنش‌های پیشا انتخاباتی در ایران با زمزمه‌های تازه مبنی بر احتمال تک‌دوره‌ای شدن ریاست جمهوری روحانی با تغییر احتمالی قانون انتخابات و تفسیر تازه از رجال سیاسی از سوی شورای نگهبان می رود معادلات رقابت‌های انتخاباتی رو با تغییرات تازه مواجه کند. در این میان روزنامه آفتاب یزد، روزنامه تحول‌خواهان، گزارش اصلی شماره امروز رو به این ماجرا اختصاص داد. آفتاب یزد با انتشار تصویری تا حدودی خاص که از ذکر توصیف جزئیات آن می‌پرهیزم، با عنوان یک زن رقیب جدید روحانی از اهداف پیدا و پنهانی محافظه‌کاران و اصولگرایان برای میدان دادن به وحید دستجردی سخن گفت که به زعم کارشناسان، اتاق فکر جناح تندروهای راستگرایان شاید با این ابزار امکان پیروزی بر روحانی رو بیابند. این در حالی است که بر اساس قانون انتخابات و قانون اساسی، هرچند منع مشخصی برای حضور زنان و یا حداقل برای نامزدیشان وجود ندارد، اما عملا در سالهای پیشین زنان ایرانی با تبصره تفسیری رجال سیاسی از دائره و گردونه رقابت‌ها و اعلام نام نهاییشان حذف می‌شدند. همینک باید دید که بر اساس هزینه فایده نظام جمهوری اسلامی، آیا حذف روحانی به شیوه‌های دیگر کار سختی برای نظام خواهد بود که بخواهد زنی رو به عنوان رقیب وارد جرگه و کارزار انتخاباتی کند یا خیر؟ یا در واقع با تبصره تازه می‌تواند روحانی رو به شیوه‌ها و اشکال دیگر
از گردونه رقابت‌ها حذف کنند که قطعاً این گزینه برای نظام آسان‌تر است از اینکه بپذیرند زنی در عرصه انتخابات نامزد شود. اما لحن انتقادی حسن روحانی به منتقدین برجام با بکارگیری واژه عینک همچنان مورد هجمه و نقد و تحلیل رسانه‌ها در دو سوی طیف سیاست ایران بود. از جمله آقای علیرضا کریمی، سردبیر آفتابی از در ستون اصلی سرمقاله به عنوان فعلا سرگرم عینک باشید به تمرکزهای بی حد و حصر اصولگرایان به اظهارات روحانی پرداخته بود. سردبیر آفتابی یزد در این یادداشت اشاره کرد که این از هنر روحانی است که میتواند مخالفان را با خطابه‌های خود تا مدت‌ها سرگرم امور حاشیه‌ای کند. پس از نشست مطبوعاتی رئیس جمهوری که سه‌شنبه برگزار شده بود، دلواپسان حسابی مشغول عینک شدند. آری، تعجب نکنید. رئیس دولت در نشست خود خطاب به دلواپسان گفته بود اگر نمیتوانید دستاوردهای برجام را ببینید، یا عینک بزنید و یا چشم خیش را درمان کنید. به نوشته سرمقاله آفتابی یزد، بعد از این اظهار نظر گویا ساعت هاست که رسانه های نزدیک و منتسب به مخالفان روحانی درگیر این اظهار نظر شدند و هر کدام به خیال خود گفته های رئیس جمهور رو به استهزا گرفتند. اما واقعیت به زعم نویسنده آفتابی یزد این است که رئیس جمهوری ایران با چنین ترفندهایی مخالفان و منتقدان بی انصاف را از میدان خارج و با جریان سازی آنها را درگیر حاشیه ها می کند. در سوی دیگر با همین زمینه و مضمون، روزنامه کیهان تحت امر رهبری ایران گزارش اصلی رو از قضا با همین عنوان عینک بست و مجدداً با زیر سوال بردن اظهارات روحانی با تیتری طعن‌آمیز نوشت که آمار رسمی هم رونق را تایید نمی کند، حتی با عینک. کیهان در گزارش خود این گونه اشاره می‌کرد که سخنان اخیر رئیس جمهوری در خصوص خروج از رکود در حالی است که بر مبنای گزارش مرکز آمار نرخ سرمایه‌گذاری به شدت کاهش و موجودی انبارها به شدت افزایش یافته که به زعم کیهانی‌ها نشان دهنده تداوم وضعیت رکود است. بنابر گزارش روزنامه کیهان، تأکیدات رئیس دولت 11 در زمینه‌های مانند رشد اقتصادی بارها تکرار شده است، تکراری که هرچند هر بار واکنش کارشناسان این زمینه را برانگیخته، ولی تأکید مکرر دولت مردان از جمله شخص رئیس جمهور نشان دهنده نوعی دهنکجی به رسانه‌های منتقد است. و اما هوای آلوده، عینک و ماسک واژگان نوظهوری بودند که عمدتاً رسانه‌های دسترسی بهانه‌های جدید حمله به دولت ساخته بودند. در این میان روزنامه وطن امروز نیز باب سخره کشاندن و به سخره کشیدن و نقد به اظهارات تلویزیونی روحانی که به منتقدین پیشنهاد استفاده از عینک داده بود، تمام نیم صفحه اصلی رو به همین ماجرا اختصاص داد و با وارونگی واژگانی سعی داشت به نحوی روحانی را به چالش بکشد که چرا در برابر انتقادها با طعنه و تمسخر میکوشد رقیب را از میدان به دور کند. روزنامه وطن امروز در گزارش اصلی با توجه به آلودگی هوای تهران در روز هوای پاک می نوشت که عینک نزنید، ماسک بزنید، که به اوضاع هوای آلوده کشور اشاره داشت. در ادامه بررسی مطبوعات امروز ایران در ایران فردا همراه با گزیده خبرها و نظرها، موضوعی دیگر رو از سایر روزنامه ها برگزیدیم و دنبال می کنیم. افتتاح یک خط تولید خودروی برقی جدید که گویا حسن روحانی هم سوار آن شد تا آن را افتتاح کند، موجب برخورد دوگانه مطبوعات با این رویه شده و حتی نسبت به قیاس موضوع، قیاس فریبکاری های عمومی در دولت های جمهوری اسلامی از جمله در عهد احمدی نژاد کوشیدند. از جمله روزنامه جوان وابسته به ارگان نظامیان سپاه با انتشار دو تصویر، یکی از احمدی نژاد که در حال سواری و افتتاح خودروی برقی سورن هست و دیگری روحانی که سوار خودروی کوچکی با همون شکل در همان حد هست، و از هر دو کنش این دو رئیس جمهور با عنوان پوپولیزم ماشین برقی یاد کرده بود. پوپولیزم ماشین برقی که توسط سردبیر این روزنامه نیز به عنوان مطلب برگزیده ایشان مرتوجه ویژه واقع شد، این گونه اشاره کرد که اگر دو رئیس جمهور داشته باشند که یکدیگر رو در همه چیز و همه جا و همه زمان متهم می کنند و اگر هوای آلوده پایتخت می خواهد رکورد قرن را بزند، تنها چیزی که شما را بیشتر از آن هوای آلوده آزار می دهد گرفتن عکس یادگاری با ماشین های برقی است.
این روزنامه به چرخه باطل فریب و دروغ توسط دولتیان در جمهوری اسلامی، البته نه با این تندی که من میگم، اشاره کرده بود و نوشته بود که احمدی نژاد سالها پیش با خودروی برقی عکس یادگاری گرفت، لابد برای اینکه بگوید میخواهد تهران را از لوس وجود ماشینهای دودزا نجات دهد و به مردم تنفس تازه دهد و ایران را سرافراز کند و چه و چه. اما هرگز پای خودروهای برقی به خیابانها باز نشد. حالا روحانی هم در روز هوای پاک همین کار را میکند، هم در راهبرد و هم در روش شبیه رئیس سابق است، با آنکه از او خیلی بدش میآید و همه کاسه کوزه ها رو حتی در ماهای پایانی دولتش سر او می شکند، اما درست مثل او پشت فرمان ماشین برقی می نشیند و گاز می دهد بدون دود. این روزنامه نظامیان عمل کرده روحانی رو به انتخابات پیش روی نیز نسبت داد و نوشت که می داند که چیزی به انتخابات نمانده و نمی تواند دست روی دست بگذارد تا با ماشین برقی هیچ عکس یادگاری نداشته باشد. باید مثل احمدی نژاد عمل کرد، مثل خود او. خبرها و نظرها را با آخرین و تازه ترین رویدادها در سایر عرصه ها از جمله دیپلماسی بین الملل و منطقه پی می گیریم. محمد جواد ظریف و اظهارات اقتصادی سیاسی ایشان در نشست داووس سوئیس بر صدر بسیاری از رسانه ها جای داشت. ستاره صبح از آن به عنوان حرف های تازه ظریف و کری درباره برجام تلقی کرد. در این راستا در حالی که روزنامه های دسترسی همچون خراسان و جوان با لحنی تهدیدآمیزتر توسط ظریف نوشته شده بود و از شگفت زده کردن ترامپ در صورت لغو یک جانبه یه برجام هشدار داده می شد، اما روزنامه های میانه روی حاکمیت منطقی تر در اظهارات ظریف بخش های منطقی ظریف رو برجسته کردن. از جمله روزنامه تعادل به نقل ظریف از امکان همکاری ایران و عربستان در امور منطقه‌ای سخن گفت، خاصه از ضرورت حضور و همکاری کشور عربستان در امور سوریه نیز نکته نو گفت. در این میان روزنامه ابتکار با رویکرد اقتصادی به استقبال سخنان ظریف رفت و حتی از درهای باز اقتصاد به روی آمریکا اشاره کرده بودند. روزنامه اعتماد نیز سخنرانی و گفتگوی ظریف در داووس سوئیس رو بر صد صفحه نشاند و به دیپلماسی منطقه‌ای و همینطور برجامی ظریف در داووس سوئیس به شیوه‌ای گزیده اشاره کرد. و اما تحلیف ترامپ مورد توجه بسیاری از روزنامه های تهران بود. از جمله فریدون مجلسی در روزنامه اعتماد نوشت که سرانجام او رئیس جمهور آمریکا شد و به تاجگذاری 20 ژانویه راه یافت. شگفت انگیزترین گزینش با کمتر از 50% آرای ملی، آن هم با تفاوت 2 میلیون رأی. نویسنده در واقع به ساختار انتخاباتی آمریکا انتقاد داشت. می نوشت اگر در هر کشوری دیگری بود، اکنون رقیبش با احراز آرای اکثریت ملت به کاخ سفید راه می‌یافت. اما نوع گزینش کالج انتخاباتی آمریکا که برای هر ایالت سهمیه‌ای قائل شده، موجب می‌شود که ترامپ با وجود کسری 2 میلیون رأی با استفاده از سهمیه‌های انتخاباتی ایالت برنده شود. فریدون مجلسی در پایان مقالش با لحنی هشداری می‌نوشت که درباره اینکه پیوسته سوال می‌شود با آمدن ترامپ چه سیاستی در قبال ایران در پیش خواهد گرفت، میتوان پاسخ داد که روابط یک طرفه نیست، که در واقع به نحوی از آنها هشدار میداد که ما هم میتوانیم کاری بکنیم. مجموعی از خبرها و نظرها رو عمدتا حول محور ایران با هم دیدیم و شنیدیم. تا ثانیهای دیگر با صفحاتی دیگر از برنامه صفحه یک به صفحه رسانه هایتان باز خواهم گشت. با ما باشید و بنشینید. درودی دوباره محضر یکایک شما بینندگان عزیز ایران فردا. در بخش میانی برنامه امشب با کوتاه رویدادها و نظرهایی از منطقه و جهان برنامه رو دنبال میکنیم. در عرصه خبرها و نظرهای منطقه‌ای حسب انتظار سوریه همواره جای گسترده تری دارد، خاصه در آستانه برگزاری کنفرانس صلح آستانه در
قزاقستان که هنوز برگزار نشده، تنش‌های زود هنگام میان سهامداران این کنفرانس صلح خواسته از سوی جمهوری اسلامی بروز کرده است و پدیدار شد. در این میان عمده رسانه‌های دسترسی نزدیک به رهبری ایران با خشم زیاد مدعی شدند که در این کنفرانس جایی برای جانیان و آمریکا نیست. البته این روزنامه‌ها گویا در واکنش به اشاره ترکیه و روسیه که گویا خواهان حضور نمایندگان آمریکایی شده بودند اعلام کردند که در آستان جایی برای تروریست‌ها نیست. در این میان ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌ها نیز به همین موضوع اختصاص یافت. از جمله آقای صباح زنگنه در سرمقاله روزنامه آرمان نوشته بود که بعد از تحول نسبی در مسائل میدانی سوریه، نشست آستانه پیرامون رسیدن به راه حل در قزاقستان درباره بحران سوریه برگزار خواهد شد. بنابر نوشته این کارشناس روابط بین الملل، در روند مذاکرات سوریه که عمدتاً مذاکرات سوری است، گروه‌های معارض سوریه با دولت سوریه بر روی محورهایی به بحث خواهند پرداخت. در چنین شرایطی حضور آمریکا که در سوریه نه در میدان زمینی این کشور حضور داشت و نه در هوای آن کشور اقدام مثبتی انجام داد، قطعاً مورد خوشنودی روس‌ها و ایران نخواهد بود. نویسنده روزنامه تحول‌خواه آرمان در ادامه می‌نوشت که البته روسیه ممکن است در برخی مناطق از حضور نظامی آمریکا استفاده کند، اما در روند ترسیم شده آمریکا باید به عنوان عضو شورای امنیت در حمایت از آتش‌بس و اصلاحات سیاسی و مسائل دیگر اعلام موضع کند. در ادامه برنامه، جدال برجامی از ایران تا نیویورک آمریکا مقر سازمان ملل کماکان مورد بحث و فحص سیاستمداران برجسته جهانی و تصمیم سازان عرصه دیپلماسی بین الملل بود. در تازه ترین گزارش های منتشره شورای امنیت سازمان ملل در نشست ویژه‌ای نحوه اجرای قطعنامه شماره موسوم 2231 شورا در مورد اجرای توافقنامه هسته‌ای با جمهوری اسلامی و برجام رو بررسی کرد. در این جلسه جفری فلاتمن، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی، در گزارش خود پیرامون اجرای این مصوبه عمل کرده ایران در اجرای قطعنامه را مورد تایید قرار داد و گفت که سازمان ملل گزارش یا اطلاعاتی در مورد عرضه، فروش یا انتقال مواد مرتبط با عملیات هسته‌ای به ایران در تعارض با محتوای این مصوبه دریافت نکرده است. آقای فلیتمن همچنین گفت که اطلاعاتی در تعارض با محتوای قطعنامه شماره 2231 راجع به فعالیت‌های ایران در زمینه موشک‌های بالستیک یا نقل و انتقال مواد و تجهیزات مرتبط با این نوع فعالیت‌ها در اختیار شورا قرار نگرفت. لازم به توضیح که اشاره کنم در نشست روزه گذشته نمایندگان برخی از کشورهای عضو شورای امنیت و مقامات دعوت شده به جلسه نیز در مورد عملکرد برجام طی یک سال گذشته سخنرانی کرده بودند. از جمله نماینده اتحادیه اروپا بیانیه فدریکا موگرنی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رو قرائت کرد که در آن اشاره شده بود تمامی طرف‌های امضا کننده توافق هسته‌ای به تعهدات خود عمل کرده‌اند. در همین راستا نماینده آمریکا در سازمان ملل برجام را به عنوان دستاوردی مهم در دیپلماسی ستود، اما نظر شورای امنیت رو به جنبه‌های دیگر رفتار جمهوری اسلامی نیز جلب کرده بود. سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل که برای آخرین بار در واقع در این سمت سخن میگفت، اظهار داشت این توافق اهمیت دیپلماسی سرسختانه را به عنوان موضوع مرگ و زندگی به خوبی نشان میدهد. ایشان افزوده بود که برجام به خوبی پیش میرود و به عنوان نمونه اظهار داشت که قلب رآکتور آب سنگین ایران در عراق با بتون پر شده و بازرسان آژانس تایید کردند که ایران 2/3 سانتریفیوژهای خود را پیاده کرده و 98% از ذخیره اورانیوم غنی شده خود رو به خارج منتقل ساخت و بقیه نیز زیر نظر دائم بازرسان قرار دارد. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.